اینجا ما دو تا عنوان خیلی مهم داریم، یکی کالریستاس، یکی فور وی کالر کورکتور، که با هم یه تفاوت خیلی مهم میدارن. اگر شما کالریستا رو اضافه بکنید و بیایید این میترون ها، هایلایت ها، شادو ها، یعنی قسمت های روشن، قسمت های خاکستری، قسمت های تیره رو جابجا بکنید و کم و زیاد بکنید، اینجا من اگه اسکوپ رو روشن بکنم، این قسمت های روشن ما، قسمت های خاکستری ما، قسمت های تیره ما، من حالا الان شادوز رو که کم و زیاد میکنم، شما میبینید کل تصویر رو روش تاثیر میذاره. اگه بیام مثلا هایلایت رو باز زیاد بکنم، باز رو کل تصویر تاثیر میذاره. اگه میتون رو این کار بکنم، باز به همین صورت. تفاوتی که این فور وی کالر کورکتور داره اینی که اگر شما بیایید روی شادو کار بکنید، فقط روی قسمت های تیره تاثیر میذاره، دیگه به کل تصویر کاری نداره. در مورد هایلایت ها و میتون ها هم باز به همین صورت است. به خاطر همین این فور وی کالر شاید یه ذره کارایی بیشتری داشته باشه. حالا اینجا به طور مثال من میخوام این تصویرم رو که خیلی قرمز هست درستش بکنم. میتونم اول بیام یه خود تصویر رو تیره تر بکنم، سیاهی هاش رو، و یه مقدارم میتون هاش رو روشن تر بکنم. حالا اینجا ما یه چیزی این پایین داریم که قسمت های هایلایت تصویر شما، میتون ها و شادو های شما رو نشون میدن. من اگه اینجا پریویو رو روشن بکنم، این چیزهایی هستش که توی تصویر من هایلایت به حساب میاد اگه من اینو جابجا بکنم. یعنی من اگر این هایلایت رو بهش رنگی بدم، توی این قسمت ها تاثیر میذاره، یا به طور مثال اگه نورش رو کم یا زیاد بکنم. به همین شکل میتون این تیکه ها خواهند بود که الان سفید دیده میشن، و شادو این تیکه هایی که الان سفید دیده میشن. خب حالا من اینجا میام تصویرم رو یه ذره تیره تر میکنم، میگم شادو هم یه خورده رنگ تیل و همون آبی سبز داشته باشن، میتون هم رو ممکنه بخوام یه ذره روشن تر بکنم و یه خورده رنگ نارنجی قرمز تری داشته باشن، و حالا هایلایت هم باز یه ذره ممکنه بخوام خنکشون بکنم، و حالا این ذره این شکل ببرم بالا. اینجا شما الان میبینید با چند تا کلیک کوچیک تصویر ما از یه همچیزی تبدیل میشه به این. اما اگر شما خواستید تیکه های بیشتری این تأثیر رنگ تیل و سبز رو روشون ببینید، میتونید اینجا بیاید این شادوز رو زیاد کنید، محوطشون رو، و بگید روی قسمت های بیشتری از تصویر تأثیر بذار. من اگر اینجا پریویو رو آف بکنم، حالا میتونم راحت الان اصلا تأثیرش رو ببینم. میتونم این قسمت شادوز رو کمتر یا بیشتر بکنم، و حالا شما میبینید که چقدر راحت و سریع میشه یه تصویر و یه لوک به وجود آورد که مد نظر خودمون باشه. من اینجا اگه بخوام باز میتونم بیام قسمت میتونم رو ببرم یه ذره این طرفتر، حالا روشنتر یا تیرترش بکنم، رنگو کمتر بیشتر بکنم توش، یا تو هایلایت هم باز به همین صورت روشنتر یا تیره ترشون بکنم. اینجا هایلایت های من الان خیلی کم هستن، من اگه بخوام میتونم بیام خب قسمت های بیشتری از تصویر من وارد هایلایت بشن که اینجا ببینم در واقع تاثیرشون رو. این روی اینجا ها الان یه تأثیری میذاره، نمیدونم چقدر مشخصه، ولی میشه الان بیشترش کرد. خب حالا یه خورده باز من قسمت شادوز رو بیشتر میکنم، یه ذره اینم سچوریشنش رو بیشتر میکنم، اینم باز به همین صورت، و شما میبینید با یک فقط کالر فور وی کالر کوچیک و با چند تا، شاید مثلا با کمتر از یه دقیقه وقت گذاشتن، شما این تصویر رو میتونید از این به یه همچین چیزی تبدیل بکنید. حالا باز همونطور که ما تو قسمت قبلی دیدیم، شما میتونید بیاد اینجا یه فیلتر به طور مثال دیفیوز بهش بدید و یه خورده این تیکه های روشن شما اینجوری نور دوشون جهش بکنه، یه همچین حسی داشته باشه، یا به طور مثال
ممکنه شما بخواید فقط خود بازیگرتون واضح باشه و بقیه تصویر یه مقداری تار باشه و بلور باشه، که من اینجا میتونم این کار رو انجام بدم. حالا اینم بذارم مثلا 1.5 که اینقدر دیگه حاد نباشه، یا 1.2. هرچی کاری ممکنه باش بکنم. و در نهایت حالا اینجا ممکنه بیام توی این هیو سچوریشن تصویر رو یه خورده خیلی کم بیشتر کنم، و اینجا باز این HSL Colors ممکنه بگم سچوریشن فقط رنگ های تیل و رنگ اصطلاحا فکر کنم کلوردکی میگن فارسی که بهش اشتباه نکرده باشم، رنگ های کلوردکی منو یه ذره روشنتر بکن و سچوریشنشون رو هم یه ذره بیشتر بکن. این خوبی HSL این هستش که فقط و فقط اون رنگ مد نظر شما رو، نورش رو کم و زیاد میکنه یا سچوریشنش رو کم و زیاد میکنه. حالا توی قسمت های مود درست کردن بیشتر روش صحبت میکنیم، ولی این تصویر رو شما میبینید با چند تا کلیک واقعا میشه از اینجا به اینجا رسوندش و به یه همچین چیزی تبدیلش کرده.